سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. به کانال Next Level خوش اومدید. احسان هستم و با جلسه جدیدی از آموزش زبان نروژی در خدمتتون هستم. توی این جلسه میخوام راجع به معانی متفاوت کلمه فور صحبت بکنم. پس با من همراه باشید. دوستان، کلمه فور میتونه نقشای متفاوتی بگیره و معنای متفاوتی بگیره. برای مثال ردیف اول این جدول رو نگاه بکنید. کلمه فور میتونه معنی چون که، برای اینکه، زیرا یا همون بیکاز انگلیسی رو بده و زمانی که این معنی رو میده در حقیقت یک حرف ربط، یک کانجانکشنه و باعث میشه تا دو تا جمله بیان کنار هم قرار بگیرن. مثال اول نگاه کنید که اینجا اومده میگه عجله کن چون دیر وقته. میگه شین دای نو فور کلوکا آرمیه. دقت بکنین حرف ربطی که اینجا اومده فور بوده، به معنای برای اینکه، زیرا بوده، چون که بوده و زمانی که فور یک حرف ربطه حتما یک ویرگولی باید قبلش بیاد و همیشه باید یک جمله قبلش باشه و یک جمله بعدش باشه. و اگه نگاه بکنید یک جمله امری قبلش اومده شین دای نو و یک جمله خبری هم بعدش اومده کلوکا آرمیه. این از اولین معنی که کلمه فور میتونه بگیره و زمانی که این معنی رو میگیره دقت حتما بکنین که یک ویرگول قبلش قرار میگیره. بریم سراغ معنی بعدی. یک معنی دیگه‌ای که کلمه فور میگیره معنی حرف اضافه هستش. ما توی فارسی برای خیلی راحت معنیش میکنیم، اما در حقیقت این برای داره قصد یا هدف رو نشون میده. مثال این رو نگاه بکنین میگه برای اینکه دنبال سگش بگرده رفت بیرون. میگه هان یک اوت فور اولیت اتر هونن. خب نکنید رفته بیرون. به چه منظوری رفته بیرون؟ به این منظور رفته بیرون که بگرده دنبال سگش و ما از فور او استفاده میکنیم. این خیلی مهمه که از فور او اینجا استفاده بشه چون داره هدف رو نشون میده و من برای همین هایلایتش کردم، چون که بعدها هم خواهید دید تو زبان نروژی زمانی که میخوان هدف رو نشون بدن در زمانی که فعل بعدی رو میارن از فور او استفاده میکنن. خیلی خوب، مثال بعدی رو با هم نگاه بکنیم. میگه برای صلح کار کردن به زبان نروژی چی میشه؟ میشه آرباید فور فریت. ببینید کار میکنه. خب هدفش از کارش چیه؟ قصدش چیه؟ برای صلح، به منظور صلح که داره کار میکنه. درسته ما خیلی راحت میگیم برای، اما اینجا در حقیقت قصد یا هدف رو داره نشون میده. خیلی خب، این که خیلی سخت نبود. بریم سراغ معنی بعدی فور و بریم سراغ ردیف سوم جدول. فور باز هم ما تو فارسی میگیم برای، اما این برای یه معنی متفاوت‌تری از بالا این داره. در حقیقت دلیل رو مشخص میکنه. شاید این خیلی واسه ما ساده باشه، ما برای رو بیشتر واسه دلیل استفاده میکنیم. مثلا یه کمکی یه نفر بهش کرده میگه ممنون به خاطر کمکت. میگه تاک فور یلپن. در حقیقت به خاطر و برای کمکش داره ازش تشکر میکنه. تاک فور یلپن همون برای معنیش میکنیم، اما خب داره دلیل رو نشون میده. خیلی خب، بریم سراغ معنی بعدی. شاید این معنی یه ذره واسه ما ناآشناتر باشه. باز هم حرف اضافه است فور زمانی که این معنی رو میده و به معنی در عوضه و به جای هستش. ببینید مثلا میگه که مثال اول نگاه بکنید میگه به جای حرف زدن کاری بکن. حالا اینجا امری نیست، میگه به جای حرف زدن کاری کردن چی میشه؟ یه جمله نیستش در حقیقت که عبارته. میشه یوره نوع ایستد فور او پراته. این میشه به جای حرف زدن کاری بکن. ما تو انگلیسی میگیم action instead of words. خیلی دقت بکنید که اینجا ما تو انگلیسی آف استفاده میکنیم ولی توی زبان نروژی فور استفاده میشه، چون فور یکی از معنیایی که داره زمانی که حرف اضافه است در عوضه و به جای هست. پس بنابراین میتونیم بگیم اصطلاح instead of تو زبان انگلیسی یا به جای در زبان فارسی در زبان نروژی میشه instead for. بنابراین میگه یور نوع instead for و پرات و این میشه گفتش این اصطلاح به ما نشون میده که یکی از معنی های فور در عوضه و به جای هست. حالا مثال بعدی رو نگاه بکنین. میگه پاستیل ها رو 5 کرون خرید. شوپ گوتری فور 5 کرونر. خب شاید خیلی با سرتون واضح نباشه و یه ذره سخت باشه. اما فور اینجا داره معنی بجایه رو میده، یعنی اومده و 5 کرون داده و به جای اون 5 کرون این پاستیلا یا این گوتریا رو خریده. پس شوپ گوتری فور فم کرونر. این یه مثال دیگه ای هستش از اینکه فور معنی در عوضه و به جایه میده. خیلی خوب، توی این جدول تو ردیف اول معنی دیگه فور اومده که باز هم نقش حرف اضافه داره. دقت بکنین فور میتونه معنی همون آف انگلیسی یا معنی ا بین مضاف و مضاف الیه فارسی رو بده. مثلا ما میخوایم بگیم در مرکز توجه، میگیم is centrum for interessen. توی انگلیسی از آف استفاده میکنیم اما اینجا از فور استفاده میکنیم، چون فور میتونه یکی از معنیاش زمانی که حرف اضافه هست همون ا بین مضاف و مضاف الیه یا همون آف انگلیسی باشه که توی این نقش استفاده میشه. یا مثلا زمانی که مثلا میخوایم بگیم فرمانده ناوگان، میگیم شفن فور فلوتن. فلوتن معنی ناوگان میده و شفن هم که میشه رئیس اونجا، فرمانده اونجا. و زمانی که ما میخوایم ترکیب مضاف الیه درست بکنیم اینجا از فور استفاده میکنیم و یکی از معنی های فور ا بین مضاف و مضاف الیه هستش. خیلی خوب، یکی دیگه از معنیایی که برای فور هستش معنی بای مینز آف یا بای هستش و تو فارسی به کمک هستش یا با هستش. نگاه کنید مثلا میگه که با دست انجام دادن کار به زبان نروژی میشه آرباید فور هاند، یعنی دو ورک بای هند به انگلیسی، یعنی داره با دست انجامش میده. خب اینجا معنی برای که دیگه نمیده، اینجا معنی بای یا با یا به کمک هستش. خیلی خب، یکی دیگه از معنی هایی که فور داره که تو ردیف آخر این جدول آوردمش معنی مربوط به، با توجه به یا توی انگلیسی ریگاردینگ یا وید ریسپکت تو هستش. نگاه کنین مثلا فور اینتید یعنی یه زمانی، ما تو فارسی ترجمهش میکنیم یک زمانی اما اصطلاحش میشه فور اینتید تو زبان نروژی و در حقیقت یعنی مربوط به یک زمانی. یا مثال بعدی رو نگاه کنید، ما یه عبارتی داریم که شما تو زبان نروژی خیلی میبینینش، فور تو او شیدن. آر که به این اسم میرسه صدای ش میده، فور تو او شیدن. خب یعنی 2 سال قبل. توی زبان انگلیسی بهش میگیم 2 years ago، توی فارسی هم میگیم 2 سال پیش یا 2 سال قبل. در حقیقت فور اینجا معنی مربوط به بوده که حالا ما خیلی راحت اینجا دیگه معنی خاصی نمیذاریم روش و میگیم یه اصطلاح به معنی 2 سال پیش، ولی در حقیقت مربوط به 2 سال پیش بوده مثلا. یا یک مثال دیگه اینترسره سعی فور پولیتیک، یعنی به سیاست علاقمند شدن. خب علاقمندیش مربوط به سیاست بوده، ولی خب ما خیلی راحت میگیم همیشه که حرف اضافه‌ای که با اینترسره استفاده میشه حرف اضافه فور هستش، اینجوری حفظش میکنیم. اما در حقیقت فور اینجا داره به معنی مربوط به و با توجه به کار میره. خیلی خب، یکی از مهمترین اصطلاحایی که از فور وجود داره که خیلی خوبه باش آشنا باشین اصطلاح فور دمسته هستش. فور دمسته به معنای اکثرا، در اکثر موارد، عمدتاً یا بیشتر هستش که تو زبان انگلیسی همون most یا for the most part میشه ترجمهش کرد. مثلا مثال اول نگاه کنید، میگه شخصیت ناروتو از نظر طبیعت بیشتر کودکانه است. ناروتوس پشون لیهیت آر فور دمسته بارنشلی آو ناتور. فور دمسته میشه بیشتر، اکثرا، عمدتاً. اینجا خیلی راحت داره این نشون میده. یا مثال بعدی رو نگاه کنید، میگه این رویداد در سالهای 850 تا سال 1000 اتفاق میافتد، بیشتر در نروژ و ایسلند. هاندلینگن فورگور ای اورنه اتهوندر اوفمتی تیل ات توسن فور دمسته این نورگه او پو ایسلان. خب اینجا هم فور دمسته به معنی بیشتر هست، اکثرا هست، در اکثر موارد هست. بنابراین اصطلاح فور دمسته یک اصطلاح خیلی مهمیه که با فور وجود داره و حتما یادش بگیرین چون خیلی استفاده میشه. اصطلاح بعدی که میشه معرفی کرد از فور اصطلاح ای او فور سعی هستش. این اصطلاح 2 تا معنی داره، یه معنیش میشه در نوع خودش، یه معنیش هم میشه به خودی خود یا به تنهایی و فی نفسه. حالا چجوریه نحوه استفاده از این معانی چجوریه؟ ببینید زمانی که میگیم در نوع خودش داریم راجع به یک موضوع، یک چیزی صحبت میکنیم و داریم راجع به کیفیت اون صحبت میکنیم. اما زمانی که داریم میگیم به خودی خود، معمولا بعدش یه امایی هست. مثلا میگیم این دارو به تنهایی یا به خودی خودش بد نیست، ولی مگر اینکه با یه چیز دیگه استفاده بشه. زمانی که اینجوریه ما میایم از به خودی خود استفاده میکنیم. الان مثال ها رو اینجا نگاه کنید. میگه اینها ممکن است به خودی خود ایده‌های خوبی باشن، اما میتونن کشور فقیر رو ویران کنن. دت آرکانچه گو ایدیر ای اوف سای من دی کان اسکاپ کاوس فور ات فاتی لان، که اینجا معنی که میده به خودی خود هست و بعدش هم یک اما اومده اگه دقت بکنید. یا مثال بعدی نگاه کنین که میگه این در نوع خودش چیز جدیدی نبود. دت وار ای اوف سای ای که نوع نیت. اصطلاح بعدی که میشه از فور گفت، اصطلاح فور اوری هستش به معنی راستی. ما توی فارسی بیشتر راستی یا در ضمن معنی میکنیم و در حقیقت سه تا معنی by the way, otherwise و besides رو توی انگلیسی میده. مثال رو نگاه بکنید. میگه او کمی تب داره اما در غیر این صورت وضعیت خوبی داره. Han har lidt feber, men for øvrig er han i fin form. یا مثال بعدی رو نگاه بکنید. میگه راستی اونا سال گذشته نیز برنده شدن. دی want for every also if you're. و توی زبان انگلیسی حالا by the way معنی کرده، توی مثال بالایی هم otherwise معنی کرده. ما بیشتر راستی معنی میکنیم. خیلی خب، اینها هم اصطلاحایی بودن که با for وجود داشتن که یکی از مهمترین اصطلاحها for the مسته بود که ما راجبش صحبت کردیم. اما در انتها قبل از اینکه به پایان این ویدیو برسیم، یک کلمه دیگه وجود داره، فورستن، که کلمه خوبیه که حالا دیده باشینش، که در حقیقت ادورب هستش، یک قید هستش و همون معنی فور د رست رو میده توی انگلیسی اگه دقت بکنی. یعنی فور همون معنی فور رو میده، رست همون معنی رست رو میده و ما تو فارسی باز هم اینو در ضمن یا راستی معنی میکنیم. مثلا they are foresten eating till I will see die. راستی یه چیز دیگه هم میخوام بهت بگم. یا اینکه راستی خیلی خوشحال شدم زنگ زدی. they are foresten higili at to ringte. خیلی خب، به عنوان یک خلاصه از مطالبی که گفتیم، ما راجع به چندین معنی متفاوت فور صحبت کردیم. دیدیم که فور یک جا که نقش حرف ربط میگیره به معنی برای اینکه هستش و جاهای دیگه نقش حرف اضافه میگیره و معنی های متفاوتی داره. مثلا معنی برای به منظوره، معنی برای یا همون به خاطره، معنی در عوضه یا به جایه، معنی آف یا ا بین مضاف و مضاف الیه، معنی بای یا به کمکه و معنی ریگاردینگ یا مربوط به رو میگیره. همچنین دیدیم که چندین اصطلاح وجود داره، مثل اصطلاح فور د مسته که میشه اکثرا، یا اصطلاح ای او فور سای که به معنی در نوع خودش یا به خودی خود، یا اصطلاح فور اوری که به معنای راستی یا در ضمن هستش. و همچنین کلمه فورستن رو دیدیم که به معنی در ضمن و راستی توی زبان فارسی هستش. خیلی خوب، امیدوارم که خیلی خوب توضیح داده باشم و خیلی خوب متوجه شده باشین و نکته‌های خوبی رو یاد گرفته باشین و روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.